هموطنان و همزبانان و همراهان عزیز سلام و درود. انشالله که در هر جایی که هستید به خیر و سلامت بشید و اوقاتشم خوش بگذره و دور از غمهای روزگار بشید و خوش و خوشحال همشه خندان بشین. شما رو خوش آمدید میگم در ویدیوی جدید. خیلی خوشحال هستم که بازم در خدمتشم قرار دارم و شما ویدیوی مرو بینده هستید. دوستای عزیز، ما امروز یک سفر داریم که البته این سفر ما خیلی یک سفر هیجان انگیز است. ما بازم امروز رفیق خوین، رفیق ما رو میبینین اونجی، دفعه پیش داشتم معرفی کرده بودم، یک سفر هیجان انگیز در یک جای خیلی خیلی خوب شی، خیلی مقبول، خیلی دلپذیر داریم و میخوایم از محیط اونجی بلدشون ویدیو بگیریم، میخوایم خودون مباریم ببینیم و خوش بگذرانیم. فعلا مو سوار بر چی هستیم؟ بر خر هستیم. البته این سفر از ما که هسته رای موتر نداره و مجبور و مکلف هستیم که با خر سفر کنیم و خیلی خیلی یک تجربه قشنگ است. دیگه ما از اولش چون که زیاد بلد نبودم، بلد بودم خو کم کم چون خیلی دیر شد که سوار نشدم ترس می‌خوردم. باز به خاطر تا یک کمگوری عادت کردم. اول ویدیو گرفتن ندانستم. حال تقریبا ما یک 20 دقیقه راه را آماده. حالا فهمیدم که یک کمی عادت کردم سر خر. دیگه ترس نخوردم، شروع کردم در ویدیو گرفتن. دیگه اونم بلدشم سلام مگه. رزگاگا که میگیرین اونو آقیل از مویه ما اونو قدر دور شدیم و رای خیلی طولانی رو در پیش داریم. انشاءالله اونجا که رسیدیم موز بخیر رو برنامه خیلی خشنگ رو بلدشمون قرار است که جور کنیم، ویدیوهای خیلی خوب و ناب رو بگیریم. ما امروز بخیر ایلاق رای هستیم. دیگه شما هم مو رو همراهی کنین، دیگه هم قد از مو بشین که رای مو خیلی طولانیه، هوا هم خیلی گرم است. دیگه خرم خرام منده شاید شده شد که انشالله که به خیر و سلامتی برسیم. Thank you.
سلامی دوباره خدمت دوستا. دوستا ما دیگه در راه هستیم، تقریبا یک ساعت راه آمدیم، ولی دیگه شمنده ای جایی که ما قرار است، یا ایلاق که ما قرار است بریم، حدود 3-3.5 ساعت از آغل از ما فاصله داره راه است. خب ما ایلاق را شاید اکثریت چون بفهمین که ایلاق چی است، اونایی که نمفهم میخواییم بلدش یک کتا توضیح بتون که ایلاق چی است. خب امی مردم هایی که در دهات زندگی میکنه، در استاد زندگی میکنه، در منطقه زندگی میکنه، اکثریتش از قدیم هم یک رواج بوده که مثلا در جاها چیز مخصوصا منطقه خود ما چراگاه های حیواناتش، مثلا چراگاه های گوسفند و اولادایشی، بوز و اولادایشی و دیگه بر بچش استاد نشد دیگه، استاد شده و اینا چیز است، زیاد از خانه ها دور است. مثلا اگه مردم بخواه او را صبح ببره در اونجی باز شو پس بره، بلدش زیاد سخت است، به دلیل از اینکه هم رفت آمد بلده مردم سخت است و هم او حیوانات نه چاق بیاز نمشه چی هم نمشه، امی خیلی از بین مرا از پای مفته، از پای ممنه. با او دلیل مردم بهار تابستان را در یک کو، در کو در نزدیک چراگاه حیوانات خو میه، بلده یک ماه یا دو ماه یا سه ماه یا هر چقدر که تانیست می چی میکنه، اینج زندگی میکنه و از شیر و از شیر حیوانات استفاده میکنه، اونا رو ری میکنه، اونا منجی دیگه. و همچنان مردم ها مثلا ولده از اینکه سخت زمستان که چی آتیش کنه، چون که مردم هایی که در منطقه زندگی میکنه خود نان و یه چیزای خود سر آتیش بخته میکنه، با او خاطر ولده از اینکه از ایزوم از که بیره، اگر بخوای مثلا در خانه از خانه بری از که ایزوم بری خیلی طول میکشه، چون که کوها زیاد دور است و نموشه، غیر ممکنه تقریبا. با او خاطر بلده ازوم هم خیلی ایلاق میگه و یه ایلاقا دور و نزدیک داره، ما تانوز از دودن ایلاق تر شدیم و ایلاقی که ما قرار است باریم آخرین ایلاق است که دمی منطقه ما وجود داره. بخیر ماریم با هم میبینیم قد مردم چی ایسوسو دیگه ما را همراهی کنین. امیال دیگه خیلی خسته شده، من فکر میکردم خرسواری آدم اوقمنده نمکنه، چون من از پیش خرسوار شده بودم ولی اینقدر فاصله زیاد را خرسوار نشده بودم، دیگه خیلی کم سوار شده بودم و دیگه یکی بو بخش نگر زیاد ویدیو شور مخوره، چون اینی خر خیلی شور شور میدیه آدم، من سر خر هستم دیگه. دیگه دوستای عزیز امیدوار استم که با دیدن این ویدیو خاطرات قشنگی را که از خرسواری دارین یا ندارین، کسایی که در خاطراتش زنده شد و کسایی که نداره انشالله که آرزو کنه، چون که خرسواری خیلی تجربه قشنگ است و به نظر من که خیلی قشنگ است، یعنی من که خوشم میاد از امی. تو چطور خوشت میاد؟ وای دوستو سلام، اینا به خاطر که عینک من افتاد مجبور شدم که از خر پایین شوم. اینا دیگه خر در پالوی ما و رفقای ما اون طرف است، مجبور شدم از خر تاشم خر یک سلام کنم. او این گب نمیزنه چون خیلی خسته شده، ما هم گیرنگ بودیم چی بودیم که سر از سوار شدیم، اینال دوباره سوار شما بلده امز عینک، مجبور شدم که تاشم، اینال خدا میدونه که در چه سختی سوار شد. بسا از این سای که خر ما فرار کرد سوار شده نمیتونم، ای خدایی چی رسواییه تو رو خدا استاد چو نکو امی آزار ما نتی تو رو خدا، اما قسمنده ایم به خدا اگه می کار کنی این استاد. Thank you.
خدای رو خیلی خطرناک، خدای خودت را هم کن. یاسمین محکم بگیر. عزیز مو دیگه کم کم نزدیک شده، نزدیک آغل رسیده. انشالله که از این آغل مو در بلدهشون خوب خوب ویدیو جور میکنی دیگه. بعد از 3 ساعت آکو میرسی. خیلی خیلی خسته ایم دیگه، خرام حتما خسته شده، مو هم خیلی خسته شده و خدا وزم خیلی خرابه دیگه. انشالله که بریم و بخیر بلدهشون ویدیو های خوب خوب جور میکنیم. منتظر باشیم. رقمی که شما بیننده بودین دیگه، ما درا بودیم. ما بلدش میگفتم که ما میخوایم برم در یک ایلاق و از اونجا برنامه های قشنگ جور کنم و خودم هم تصمیم دارم که یک سفر خوب شی داشته باشم. دیگه ما رسیدیم، از چی مسیر را بلدش نشان دادیم و شما هم قدرت مو همراه بودید. من شما دعوت میکنم که در ویدیوهای بعدی بیننده برنامه های قشنگ از مو از این ایلاق زیبا باشین. دیگه ما قرار است که ویدیوهای خیلی خوب داشته باشیم، پس در ادامه این کانال را فراموش نکنین، چون که ما ویدیوهای خیلی خیلی قشنگ را داریم. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. خدایا رو نگهدار.